ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در دل دلدار باش، در دل دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. ادب و احترام دارم به شما امیران عزیز و ارجمندم. آقای سپهر عزیز برنامه رو هدایت میکنن. ممنونم. امروز دوشنبه است، انتخابات در آلمان، انتخابات در رفراندوم در سوئیس، انتخابات در ایسلند. نتایجی که به دست میده نشون میده که اروپا در حال تغییر روحیه است. اروپا دیگه بر پایه تفکرات و مکتب های گذشته هدایت نمیشه. مردم اروپا کاملا عوض شدن. در سوئیس مردم رفتن رأی دادن به این که هر کس بتونه با هر کس ازدواج کنه، همجنسگراها میتونن از این پس در سوئیس با هم ازدواج کنن. یا در ایسلند که زنان به پیروزی رسیدن، یعنی کابینه زنان ادامه تداوم پیدا میکنه، ابقا شد. و همینطور پارلمان که اکثریت با خانم هاست، اکثریت با بعد البته سوئد، بعد از سوئد مکزیک بغل گوش ما که شمار قابل توجهی زنان در دستگاه مقننه کشور به سر میان. اینه سرنوشت اروپا. اما در خاورمیانه هم شاهد هستید که داره چه میگذره. ویژه در بغل گوش میهن ما، یعنی در افغانستان، که حرکت به سمت تندروی است، حرکت به سمت تندروی. همین اتفاقی که در انقلاب اسلامی ایران افتاد واقعا اثبات شد برای بار دیگه که در چنین مواقع نواندیش دینی و طرفداران اصلاحات و اعتدال و از این قبیل حرفشون به جایی نمیرسه. و این تندروها هستن که در چنین بازی ها و در چنین مساف هایی متاسفانه بر دیگران فائق میشن. و در ایران ما بنابرای گفته سفیر اسرائیل در ایالات متحده آمریکا، اگر 80% شانس برگشت به برجام بوده، رسیده به 30%. حالا کشورهای برخی قدرت ها در دنیا در پی طرح جایگزین هستند، یعنی پلان بی، در صورتی که جمهوری اسلامی رو نتونن مهار بکنن یا سر میز مذاکره. با کی هستیم؟ با 6 شخصیت صاحب نظر: آقای دکتر احمد رفعت، آقای محسن سازگارا، آقای مهندس امیر اعتمادی. دکتر سازگارا درود بر شما، خوش آمدید. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی، دکتر رفعت و مهندس اعتمادی عزیز و همه بینندگان گرامی. خوشحالیم که آقای دکتر رفعت رو میبینیم. دلمون هم تنگ شده بود برای ایشون. اون دفعه هم گفتیم ما رو ایتالیا با خودشون نبردن، امیدواریم دست بارم بگیرن ببرن دفعه بعدی. ممنون. آقای زعفت میخواستن یه خونه از این خونه های یک دلاری بخرن در یکی از جزایر سیسیل. بعد بهشون گفتم با 50,000 یورو هزینه کنید برای بازسازیش، چون این با طبق نسخه شهرداری عمل کرد. یعنی یه دلار میخرید 50,000 یورو هزینه میکنید، خونه مال شما میشه. ایشون اومدن تو رادیو این گفتن یه 200-300 تومان تلفن داشتیم خونه های یه دلاری در ایتالیا. قرار امیدوارم امروز توصیه بشه. بدون افراد خوش آمدی. منم سلام دارم خدمت شما، خدمت همکارانتون در تلویزیون، آقای مهندس اعتمادی، امیر حسین اعتمادی و آقای دکتر سازگارا که صحنه پشت سرشون هم عوض شده. آره دیگه نیویورک از واشنگتن رفتن نیویورک، یا اینکه نیویورک آوردن به واشنگتن پشت سرشون آویزون کرد. دومی درست‌تره. بله دومی آقای رفعت. آقای مهندس اعتمادی خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم جناب میبودی، خوشحالم که یه هفته در کنار شما هستیم و درود میفرستم به بینندگان برنامه، همکارانتون آقای خسروی، خانم ایرانی عزیز، دکتر سازگارا و دکتر رفعت عزیزم. خوشحالم در کنار. ممنون، تشکر میکنم. این کنتراست روزنامه‌نگاران نسل نو و روزنامه‌نگاران قدیمی
به نظرم فوق‌العاده است و چه تفاهمی. منظورتون از نسل قدیمی امیر حسین اعتمادیه، من که مال اصل نو. از همه جوانتر میشه. خب آقای دکتر رفعت اجازه بدید که گزارش آقای رفعت رو گوش کنید. دکتر رفعت فکر میکنید که موضوع خیلی مهمی که در آغاز برنامه میشه با در همتان در بیان گزارش چیه؟ بعد بپردازیم به مسئله دیگر. بفرمایید. به نظر من شما اشاره کردین تو صحبتاتون دو تا مسئله مهم است. یکی انتخابات تو اروپا است، برای اینکه یک تغییر در این سالها در اروپا در دوران انتخابات انجام گرفت که دیگر کسی مکتبی تا 10-15 سال پیش عمدتاً مکتبی مردم اروپا هم. کسی که به میانه‌روها درس رای میداد، بعض وقتا چند نسل بود رای میدادن، به چپ همینطور به راست همینطور، ولی در 10-15 سال اخیر و هرچی هم جلو میریم بیشتر انتخاب مردم برنامه محور شده. یعنی زیاد نباید متعجب بود که کسی 4 سال پیش به مثلا راست یا میانه رای داده باشه، الان به چپ رای داده یا برعکسش. بنابراین آن چیزی که مهمه و اتفاقا اینم درست‌ترین انتخابه اینه که مردم به برنامه های کسانی که قرار دولت رو تشکیل بدن رای بدن و نه به یک مکتب خاص سیاسی، چون در یک حزب میتونه یک مکتب سیاسی داشته باشه، بعد برنامه‌ای که درست میکنه برای مردم جالب توجه نباشه. مثلا بعدم نیازهای جوامع با هم فرق میکنن. شما اشاره کردید که در ایسلند برای اولین بار توی اروپا ما پارلمان رو خواهیم دید که بیش از 50% از کسانی که کرسی‌هاش رو اشغال می‌کنند زن هستند و این بی‌سابقه است و این خودش نشون میده که چقدر زنان در سیاست در این 10-15 سال اخیر نقش بسیار فعالتری به عهده گرفتن و یک مسئله رو هم پشت سر گذاشتن. چون اینجا هم تا 10-15 سال پیش من یادم بود 20 سال پیش یک انتخابات بود در ایتالیا، یک نظرسنجی خیابانی می‌کردیم در سوپرمارکت ها این برون بر، حتی زنها هم به زنها اعتماد نداشتن که بهشون رای بدن. این مسئله، این دیوار بیعتمادی به قابلیت های زنها کاملا فرو ریخته و زنها هم نمونهش میریم حالا به انتخابات آلمان، خانم مرکل یک زن که تونست 16 سال قوی ترین اقتصاد اروپا رو رهبری بکنه. در انتخابات آلمان که اونم بسیار مهمه چون به عنوان قدرت اقتصادی اروپایی، ما شاهد این هستیم که بعد از خانم مرکل هیچ نیروی آنقدر آرا نتونست به دست بیاره که بتونه به تنهایی تشکیل دولت بده یا نیروی غالب در یک دولت ائتلافی کوچک باشه. برای اینکه یک دولتی تشکیل بشه باید ائتلافی فراگیرتر تشکیل بشه. برخی ها صحبت از یک ائتلاف به رهبری حزب سوسیال دموکرات میکنند با حضور لیبرال های آزاد و حزب سبز، برخی دیگر حتی میگویند که به صورت یک گروس کوالیسیون یا یک ائتلاف بزرگ خواهند رفت که هر 4 حزب اصلی رو در بر میگیره، یعنی 3 حزب ائتلافی که قبلا ازشون نام بردم به علاوه دموکرات مسیحیان. شما اشاره کردید که توی سوئیس هم رفراندوم، خب سوئیس یک سیستمی داره که اکثر قوانین از طریق رفراندوم به تصویب میرسن و نه از طریق قوه مقننه، مسائل مهمی که فراگیره. و این بار مسئله که مطرح بود مسئله ازدواج بین همجنس گرایان بود یا کسانی که از یک جنس بتونن با هم ازدواج کنن و این مسئله تونست مورد تایید مردم سوئیس قرار بگیره. البته مسئله تازه نیست، در بسیاری از دیگر از کشورهای اروپایی سالهاست که این چنین امکانی وجود داره و کسانی که از یک جنس هستن میتونن با هم ازدواج کنن، میتونن به نوعی بچه رو قبول کنن و یک زندگی طبیعی داشته باشن مانند یک زوج زن و مرد.
که از دو جنس متفاوت هستند. همین ها نشون میده که اروپا تغییر کرده، اروپا بیش از این که بخواد وارد مسائل سیاسی به معنای مکتبیش بشه علاقه داره مشکلات یا مسائل مورد علاقه سیاسی خودش رو که مکتبی نیستند و میتونن آرای احزاب مختلف رو به دست بیارن، چون به نوعی مردم اون کشور تشخیص دادن که اینهاست مشکلات خودشون، به اونها بپردازن و کمتر به مسائلی که میتونه یک ابعاد گسترده تر یا فرا کشوری داشته باشه، بلکه هر کشوری به دنبال در وهله اول به دنبال حل مشکلات کشور خودشه. و یک تغییر بسیار گسترده است. شما اشاره کردید به افغانستان و جمهوری اسلامی و مسئله زنان. ببینید در اونجا انتخاباتی صورت نمیگیره، در افغانستان که اصلا انتخاباتی صورت نگرفت و طالبان مخالف هر برگزاری انتخابات هستند، حداقل بر پایه آنچه که سخنگویانش گفتند و بر پایه تجربه 5 سالی که در گذشته در قدرت بودند. در جمهوری اسلامی هم انتخابات نمایشیه و در حقیقت از اونجایی که میشه گفت به نوعی انتصابات، یعنی بین یک افرادی که قبلا صلاحیتشون احراز شده شاید مردم بتونن انتخاب کنند، ولی اکثریت نیروها و نظرات دیگر اصلا به انتخابات راه پیدا نمی کنند یا احزاب سیاسی به انتخابات راه پیدا نمی کنند. بنابراین نمیشه صحبت از انتخابات کرد، چون من معتقدم که در هر دو کشور اگر واقعا انتخابات آزاد برگزار بشه بر مبنای استانداردهای بین‌المللی انتخابات، نتایج چیزی غیر از حکومت طالبان و حکومت جمهوری اسلامی خواهد بود. مگر ما نگاه کنیم با آنچه که در شهرهای این دو کشور میگذره، حضور گسترده زنان در افغانستان، زنان اولین کسانی بودند که به خیابان اومدن و هنوز هم در خیابان هستند. هر روز ما اخبار تظاهرات در این بر اونور افغانستان به خاطر حق تحصیل، حق پوشش، حق کار شاهدش هستیم. و در ایران هم که خب بینندگان آشنایی دارند که خواستهای جامعه مدنی کاملا با سیاستهای جمهوری اسلامی در تضاد داریم. تشکر میکنم، ممنونم. بس میگم هر روز تظاهرات زنان در شهرهای افغانستان و واقعا این طالبان داره چه میکنه و همین ماجرایی که در انقلاب ایران گذشت و آقای بازرگان و گروه نهضت آزادی از این قبیل که خب شروع کننده بودن ولی دیدیم که تندروها چگونه اونها رو پس زدن، داره در افغانستان هم همین اتفاق میفته. محمد یعقوب پسر ملا محمد عمر برخلاف پدرش طرفدار به اصطلاح دادن عفو عمومی به مردم و جلوگیری از اعدام هاست، ولی متأسفانه تو این بازی او داره به تدریج نقش خودش رو از دست میده، یعنی داره بازی رو در این بازی بازنده میشه. آقای دکتر سازگارا سراپا گوشیم، بفرمایید. والا من میخوام از یه زاویه دیگه ای این نکات که دکتر رفعت گفتن رو بهش بپردازم. من یادم آخرین باری که زندان بودم، حالا با اون حال زار اعتصاب غذا ما رو به دیوار میشوندن و این دوتا بازجوها، آقای مهندس اعتمادی میدونن، این ایشون هم زندان بودن و بازجویی حالا میکردن، اما گاهی هم اینا وارد بحث میشدن با من. من میفهمیدم یه جاهایی میخوان به اصطلاح دادا، چون خیلی هم بیسواد بودن البته، بخصوص این بازجوهای اطلاعات سپاه از بازجوهای وزارت اطلاعات بیسوادتر هم هستن، داده هایی که بهشون تجهیزشون کردن و با من چک میکردن ببینن جواب من چیه. از جمله یه بار به من میگفتن که آخه این دموکراسی که شما میگین و اینا، اومدیم و مردم رأی دادن همجنسگرایی رو آزاد کردن، حالا چی؟ من بهشون گفتم که ببینید شما اولا دارید درست با همون دغدغه‌ای حرف میزنید که آخوندهای صدر مشروطه حرف میزدن، یعنی به آثار امثال شیخ فضل‌الله نوری و مخالفین مشروطه هم که پردین اتفاقا همین مثال هم میزنن دائما که آی اگر
همجنسگراها دگرباشان جنسی خواستن آزاد بشن، ما مثلا چه خاکی تو سر اون بریزیم؟ بهشون گفتم تو اقلا که خود با دنیا را بیاین، مثالای بیشتری رو میتونیم بزنیم. نکته دوم بهشون گفتم ببینید، دموکراسی بهترین کار کردش این است که البته خیلی خواص داره، ولی به مثابه یک روش معین حکومتی که ممکن است به نتایج نامعین برسه، از قبل کسی نمیدونه از صندوق رأی چی میاد بیرون، ولی بهترین، یکی از بهترین فواید دموکراسی این است که درون جامعه رو منعکس میکنه و اراده مردمه. گفتم راجع به همین مسئله دگرباشان جنسی، فرض کنید که ما قانون اساسی نوشتیم که این اراده مجلس ملی کشور یا اگر موضوعی باشه به رفراندوم گذاشته بشه، صرف نظر از اینکه به چه نتیجه برسه نهایی باشه، از جای بیرون غیر از قانون اساسی که مصوب خود باز مردم هست نخواهیم که برای آرای مردم تعیین تکلیف کنیم. میخواد دین باشه، میخواد ایدئولوژی باشه، میخواد هرچی. و رأی گذاشته شد، ازدواج دگرباشان رأی آورد. این نشون میده که اکثریت مردم که نمایندگانشون مثلا در مجلس هستن یا اگر رفراندومی شده مشکلی ندارن با این. شما میخواین چیکار کنین؟ یا باید که مثل الان جمهوری اسلامی برید برخورد کنید؟ اون وقت این چیزا میره مخفی میشه، میره زیر پوست جامعه، میره به اصطلاح به شکل قاچاقیش رایج میشه. هر موضوع دیگه یا به زور که بخوای بیرون از اراده ملت چیزی رو تحمیل کنی، اون که از بین نمیره تو جامعه، جای خودشو باز میکنه، میره از کانالهای مخفی تر و پوشیده تر راهش رو باز میکنه، یا دردسر و گرفتاری های زیادی ایجاد میکنه برای اونها. هر موضوع دیگه ای رو بذارید، یا اینکه اگر هست چه بهتر که اکثریت جامعه اگر با چیزی موافقه اجازه بدی که اعمال بشه. این آقای میبودی یکی از اون نکات اساسی است که به نظر من دنیای اسلام باید بتونه با خودش حل کنه. یعنی غیر این که در شرع انور، در احکام فقهی، در نمیدونم حالا شریعت هر اسمی که روش میذارن یه چیزایی گفته شده که حکم خداست، بنابراین مردم نمیتونن اونا رو تغییر بدن. ببینید این اون فرق فارق بین دموکراسی هاست. در امریکا وقتی قانون اساسی نویسان، اون پدران بنیانگذار امریکا، میگذاشتن این قانون اساسی رو بعد از اون اعلامیه استقلال درخشانی که جفرسون نوشت، امثال مدیسون که پدر قانون اساسی امریکا بهش میگن، خیلی خوب میدونستن این سکولاریزمی که دارن میذارن، اتفاقا حتی این لغت رو به کار بردن، گفتن اینی که ما داریم میذاریم ممکن است روزی در این کشور یک مسلمان رئیس جمهور بشه. میدونی خب اون موقع مسلمان خیلی عجیبتر از غلام بود، تو بینش مسیحیات کافر مطلق بود، ولی عالمان آمدن گفتن این چشکال نداره، این بیطرفی رو باید حفظ کرد و از جایی به مردم اراده‌ای تحمیل نکرد. میخواد دین باشه، میخواد طبقه کارگر باشه، ایدئولوژی باشه، برتری نژادی فاشیستا باشه، ناسیونالیزم افراطی باشه، آنچه که اراده ملته. و خیلی خوب میدونستن این رو و در آمریکا این کار رو اگرچه گاهی هم اعوجاج پیدا کرده، از توش جنگ داخلی امریکا هم در اومد که ایالت‌های جنوبی میگفتن آره ما آزادیم، میخوایم برده داشته باشیم، به شما چه مثلا، و یه اصولی خلق شد که نه دیگه اینجاها میره تو قانون اساسی امریکا و غیره. ولی این دموکراسی به هر حال کار کردشونشون رو الان راجع به همین موضوع دگرباشان جنسی، این در حوزه قوانین ایالت هاست. شما میبینید در امریکا پاره ایالت ها مردم رأی دادن یا در مجلسشون یا مستقیم و این رو قانونی کردن، پاره ایالت ها ندادن و قانونی نکردن. ولی در واقع اختلاف این ایالت ها و مردم ساکن در این ایالت ها رو نشون میده، ولی راه باز برای اینکه مردم بتونن حرفشون رو بزنن و کسی از جای دیگه‌ای
آقا بالا سر نیست. به هر حال ببینید چه در افغانستان، چه در ایران، چه در کل دنیای اسلام این مشکل هنوز حل نشده. مسلمان‌ها روح دموکراسی نوین رو نتونستن جا بدن و دینشون رو در واقع ببرن به حوزه فردی و اون احکام شریعت رو که اسلام مثل یهودیت دین شریعت مداریه، مثل یهودیت. مسیحیت راحت تر بوده برای اینکه سمپل یه شب همه احکام یهودیت رو گفت دیگه لازم نیست اجرا کنید، ولی باز اونجا هم مشکل داشتن با کلیسا. ولی اسلام به خصوص چون معتقده که یه سری احکامیه که اینا احکام خداست، که حالا خودش خیلی حرف غلطی است، و از قبل از تولد تا بعد از مرگ آقای خمینی میگفت برای همه چی راه حل داره، برای همه چی مسئله داره، بنابر این مقید به اونه، نمیشه خلاف این رفتار کرد. اینو باید، این قید رو در واقع باید نشون داد که نه اینطوری نیست و باز تعریف کرد این دین رو و گفتش که این مانع دموکراسی و دموکراسی پاسخ خیلی خوبی به نیازهای این دوره بشریت داده، روش موفقی بوده، هم کانفلیکت رزولوشن داشته، مشکلات در اون جامعه رو حل کرده، هم به بهترین نحو مشکلات جامعه رو منعکس کرده، همه چیز رو همگان میدونستن، باز بوده، هم کارکردش در راندمان یک حکومت متناسب با رشد صنعت و تکنولوژی های نوین حکومت های موفق تری از آب در اومدن دموکراسی ها. این به هر حال به نظر من اون مشکلی است که شده. و الان خب در اروپا آقای دکتر رفعت خیلی خوب توضیح داد، مردم حتی یه درجه دیگه هم عبور کردن، اون تعلقات حتی حزبی و اینا رفته کنار و در واقع نشون میده خرد جمعی چقدر رشد کرده و مردم به خرد خودشون چقدر متکی هست. کاملا تشکر میکنم. نگاه میکردم ببینم که این گروه هایی که برای نخستین بار رأی، جوان هایی که برای نخستین بار رأی دادن به کدام حزب دادن. در گذشته قاعدتا می رفتن به سمت چپ ها یا به سمت سبز ها که اغلب تشکیل شده و از چپ های قدیم. این بار رفتن به دموکرات ها رأی دادن. تو که آقای دکتر رفعت گفتن و به درستی گفتن، دیگه کسی به حزب رأی نمیده، به برنامه های احزاب رأی میده. این خیلی مهمه، اتفاق مهمی است. چپ ها که قاعدتا باید در شرایط بحران بتونن قدرت پیدا کنن، قدرت بیشتری پیدا کنن، کارشون به جایی رسید که به سختی میتونن وارد پارلمان بشن، یعنی زیر 5% رأی آوردن. به سختی امکان داره که بتونن نماینده‌ای به پارلمان بفرستن. اینا همه نشانه دگرگونی روان اروپا است. همینطور اتفاقاتی که در ایسلند افتاده یا در سوئیس افتاده یا بقیه کشورهای اروپایی، خب این نشون میده که باز اروپا از ما باز داره فاصله میگیره، از خاورمیانه باز یه 100 سال دیگه ما از اروپا داریم عقب میافتیم. یعنی اینا به سرعت دارن میرن به سمت باز کردن درهای بسته تفکر. یعنی واقعا سعی صد که میگن به تدریج داره جوامع اروپایی دارن به سعی صد تاریخی میرسن. این خیلی نکته مهمی است. حالا ببینیم که روزنامه‌نگار جوان ما آقای مهندس امیر اعتمادی نظرشون چیه. آقای اعتمادی سلام، گوش. بله آقای دکتر سازگار به نظرم خیلی بحث مهمی رو باز کردن و شروع کردن که اگر اجازه بدید من میخوام یک کوچیک به اون بپردازم، چون من این انتخابات ها و این روند هایی که در دموکراسی های غربی انجام میشه رو خیلی از این منظر نگاه میکنم که ما چه درسی میتونیم بگیریم برای آینده ایران. ببین دموکراسی، مطمئنم که دکتر سازگارشون قبلا باشون صحبت کردم در این مورد، میدونم که دقیقا نظرشون همینه، ولی خب شاید الان فرصت نشد بهش صحبت کنم و بپرزن. دموکراسی در این حال که حکومت مردم بر مردم هست، به معنی دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت هم نیست. یعنی اونجایی که پای حقوق بنیادین مردم بیاد، اون اکثریت نمیتونه با رأی خودش اون حقوق بنیادین رو در واقع از بین ببره و زیر پا بگذاره. چرا این رو میگم؟ چون اسلامگراها مخصوصا و حتی چپ ها، در واقع اون کمونیست ها، از این بهانه رأی اکثریت در خیلی جاها استفاده کردن برای اینکه حقوق اقلیت رو زیر پا بگذاره.
مثلا شما تصور بکنید شما در یک دموکراسی نمیتونید رأی‌گیری بکنید که آیا باید زنان حجاب بر سر داشته باشن یا نداشته باشن. یعنی حتی اگر اکثریت یک جامعه بخوان رأی بدن که زنان یک جامعه باید حجاب داشته باشن، چنین رأی‌گیری اصلا از آغازش نباید انجام بشه. زنان یک جامعه حق دارن که پوشش خودشون انتخاب بکنن حجاب هم نداشته باشن، مثلا در یک جامعه مسلمان. برای اینو باید خیلی بهش دقت کرد که اسلامگران نمیتونن از این سوء استفاده کنن به معنی که به بهانه رأی اکثریت مثلا یه سری حقوق ابتدایی و بنیادین اون اقلیت رو اگر در جامعه اقلیت هستن نقض کنن. در مورد مثلا ازدواج همجنسگرا میشه به این نتیجه که هنوز به عنوان یک حق بنیادی شناخته نشده. برای همین که کشوری مثل سوئیس در موردش رأی گیری و رفراندوم برگزار کنه، شاید 10 سال آینده 5 سال آینده بگن نه این هم جز اون حقوق بنیادینه که دیگه اصلا نباید در برش رأی‌گیری انجام بشه. این نکته رو خواستم اضافه بکنم. اما قبل از انتخابات آلمان باید یه اشاره هم بکنم که انتخابات هم در کانادا برگزار شد. در کانادا آقای جاستین ترودو بعد از اینکه تقریبا به طور موفقیت آمیزی تونست با این در واقع اپیدمی یا پندمی کرونا مقابله بکنه از طریق امکانات که در اختیار مخصوصا قشر آسیب پذیر گذاشت، اومد یک انتخابات زود هنگامی رو بعد از 2 سال، یعنی به فاصله 2 سال بعد از انتخابات قبلی 2019 برگزار کرد، با این امید که میتونه اکثریت در واقع نسبی پارلمان رو به دست بگیره، یعنی نسب اضافی 1 رو به دست بگیره و به جای این دولت ائتلافی فعلی دولت در واقع اکثریت رو تشکیل بده. موفق نشد، یعنی دقیقا نتیجه آرا عین دقیقا انتخابات سوئیس در 2019 برگزار شد و باز هم دولت آقای ترودو با وجود این موفقیتش در مورد کرونا همون دولت انتقالی قبلی رو باید تشکیل بده در 1-2 هفته آینده. در آلمان هم می‌بینیم که این اتفاق افتاد، یعنی در آلمان هم به هر حال الان باید دولت ائتلافی تشکیل بده، یعنی چه حزب سوسیال دموکرات که اکثریت نسبی رو آورده 25-6% بخواد دولت تشکیل بده و چه دولت چه حزب دموکرات مسیحی، هر کدوم به هر حال باید به احزاب دیگه ائتلاف بکنن و ممکنه که باز یک دولت شکننده باشه در آلمان. ما این شبیه این رو در کشورهای دیگه هم داشتیم، مثلا مدت‌ها در اسپانیا به خاطر این وضعیت دولت‌های ائتلافی اصلا نمی‌تونستن دولت تشکیل بده، یا در لبنان که به هر حال جزء معدود دموکراسی‌های اون منطقه بود می‌دونیم که این ماجرای دولت ائتلافی عملا اونجا رو به بنبست کشوند. در اسرائیل حتی الان چندین دوره است که دولت‌ها ائتلافی هم و شکنندن و الان دیگه دولتی سر کاره که دیگه از منتهایله چپ تا راست رو درش قرار داده فقط برای مقابله با نتانیاهو و بسیاری معتقدن که این دولت هم شکننده است و دیر یا زود در واقع مجبور میشه انتخابات دیگری برگزار بشه. من چه نتیجه میخوام بگیرم برای ایران یا برای اساسا برای یک تحلیلی که از این نوع نظام‌های پارلمانی داریم، پارلمانی‌هایی که در واقع چند حزبی هستن، اینه که در مقایسه مثلا با این آمریکایی که ما هستیم و نظام دو حزبی هست، احتمال این که مردم در این نوع حکومت‌ها به یک حزبی اونقدر رأی بدن که تمام قدرت در اختیار بگیره چیزی نزدیک به صفر داره میشه در بسیاری از این کشورهایی که اساسشون در واقع پارلمانی هست و این میتونه خوبیای خودش رو داشته باشه، بدیای خودش رو هم داشته باشه. بدیاش اینه که دولت‌ها شکننده هستن، نمیتونن سیاست‌هاشون رو کامل جلو ببرن و مجبورن زود به زود انتخابات برگزار بکنن، در خیلی جای بنبست میخورن. خوبیش اینه که هیچ حزبی اون یا هیچ جریانی اونقدر دست بالا رو نداره که بتونه در واقع تمام قدرت رو در اختیار بگیره و احیانا دموکراسی رو دور بزنه و بتونه مثلا یه جایی مثل ترکیه بتونه از دموکراسی از سکوی دموکراسی استفاده بکنه و تبدیل به یک نظام اقتدارگرا بشه، اتفاقی که مثلا در ترکیه هست، در روسیه هستش و در بعضی کشورها دیگه. من فکر کنم باید سر این موضوعات، ما الان در مرحله‌ای هستیم که سر این موضوعات میتونیم بین نخبگان سیاسی در جامعه سیاسی صحبت بکنیم تا به یک نتیجه خوبی برای آینده ایران برسیم. دیر یا زود این بحثایی هست که در فضای ایران هم اتفاق خواهد افتاد. تشکر می‌کنم. چقدر بفتاریم. خب اگه اجازه بدید از بازار آگهی عبور کنیم، برگردیم و برنامه رو پی بگیریم با دوستان عزیز. پرسش بعدی من درباره طرح جایگزینه. این روزا خیلی صحبت میشه درباره طرح جایگزین و هم دولت ایالات متحده آمریکا هم اسرائیلی ها هم آخرین
گفتگوی سفیر اسرائیل در ایالات متحده آمریکا که میگه قدرت‌های بزرگ در پی دستیابی به یک طرح جایگزین هستن، یعنی پلان بی، در صورتی که جمهوری اسلامی رو نتونن مهار بکنن از نظر هسته‌ای. یا جمهوری اسلامی درها رو به روی بازرسان آژانس و محدودیتی که آژانس قائل میشه ببند. ببینیم چه احتمالی وجود داره. یعنی واقعا اگر جمهوری اسلامی اینطور که میگن قبلا 80%، حالا احتمال نرخ پیوستنش به برجام به 30% رسیده. برمیگرد. پیام شایانی، اولین و با تجربه ترین وکیل متخصص تصادفات و آسیب‌های ناشی از کار در جامعه ایرانی کالیفرنیا. بزرگترین دفتر حقوقی تصادفات در خدمت جامعه ایرانی با بیش از 50 کارشناس حقوقی. تجربه رسیدگی به بیش از 10,000 پرونده حقوقی و اخذ صدها میلیون دلار برای پرونده های مشتریان. از تجربه ما در رسیدگی به ده ها هزار پرونده موفق و دریافت صدها میلیون دلار خسارت به نفع پرونده خود استفاده کنید. انتخاب ما انتخاب بزرگترین و موفقترین دفاتر وکلای تصادفات در جامعه ایرانی برای دریافت بالاترین خسارت است. تلفن مرکزی 818-777-777-77 Lucky 7. پیام شایانی. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم، غذا بهمون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. محوطه سازی، دیزاین، طرح و اجرا به مدیریت مهندس احمد عالمی. ساخت انواع آبشار، بار و باربیکیو، پیوینگ استون، کانکریت، فایر پیت، انواع سیستم آبیاری، چمن مصنوعی و طبیعی، کاشت درختان و درین. تلفن تماس 818-462-3411 818-462-3411 عضو 50-50-100. سرناز صفایی با شماست. هموطنان گرامی ایرانی در سراسر دنیا، به دفاتر حقوقی صفایی خوش آمدید. وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه گذاری، خانوادگی، دانشجویی یا پناهندگی و همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان برای گرفتن گرین کارت یا سیتیزنشیپ شما را در تمامین مراحل یاری می کند. لطفاً با دفاتر ما تماس بگیرید. بینندگان عزیز، دکتر جعفر شجره هستم در برنامه healthmedia.tv. healthmedia.tv در تلویزیون پارس دوشنبه و پنجشنبه بین ساعت 4 و 5 بعد از ظهر و 9 تا 10 شب برای شما برنامه‌های ویژه پزشکی خواهد داشت. مصاحبه‌های مختلف با پزشکان مختلف در رشته‌های مختلف جهان پزشکی. امیدوارم از این برنامه‌ها لذت ببرید. آیا در جستجوی وامی مناسب برای منزل و یا یک پروژه تجاری هستید؟ شهرام امید، آقای وام با 10 سال تجربه در ریل استیت و فایننسینگ، حرف اول را می‌زند. دریافت ارزان‌ترین وام در کوتاه‌ترین مدت تخصص شهرام امید است. شهرام امید کمک رسان جامعه ایرانی در سراسر کالیفرنیا برای دریافت بهترین وام‌های ملکی است. تلفن مرکزی 1-800-968-5000. دفتر مرکزی در سن هوزه، لس آنجلس، ایرواین و سان دیگو. شماره لایسنس کالیفرنیا NMLS 257959. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی
شنبه ها و یک شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، تکرار برنامه چهار شنبه ها ساعت 15، 818-344-5050، 818-377-31 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. با زبان گیاهان آشنا شوید. 1001 پرسش و پاسخ به مسائل و مشکلات گیاهی، خلاصه ای از 50 سال تحصیل و تجربه با زبانی ساده در دادن دریایی از اطلاعات مفید از کاشت تا برداشت گیاهان مختلف، فصول چهارگانه و کارهای مهم آن، عکس‌های آموزنده از آفات و بیماری‌ها و کمبود مواد غذایی و مشکلات ناشی از شرایط جوی، نوشته دکتر مجید جهانبین، کتابی مفید برای شناخت و حل مشکل‌های باغ و باغچه شما، دانستنی های اصولی برای کار کمتر، برداشتی بیشتر. برای داشتن آگاهی های بیشتر با majid@paradisenursery.com و یا با شماره تلفن 818-999-4848 تماس بگیرید. کیو مارکت دنیایی است از انواع میوه و سبزیجات تازه، لبنیات و خاروبار، گوشت و مرغ و ماهی برای همه سلیقه ها و ذائقه ها. کیو مارکت با قیمت های باور نکردنی همراه خانوادگی شماست. تلفن تماس 818-345-4251 به نشانی 17-261 خیابان ونوبن در منطقه ولی. خب، برنامه رو بگیریم. امیران عزیز ارجمندم، بیش از این اعلام شده بود که فاصله جمهوری اسلامی تا بمب اتمی فقط یک گام بیشتر نیست، بین 2 هفته تا 4 هفته. حالا صحبت از اینی که هم ایالات متحده آمریکا هم اسرائیل احتمالاً با موافقت بقیه قدرت‌های غرب در پی تدوین پلان بی هست. پلان بی از چه قراره؟ پلان تهاجمی است که از جنس تحریم ها، گسترش تحریم ها. آقا یه دو چه رفت سرابا گوشی دو چه رفت صدا نداری؟ صدا بذاری. خب نه نداری، نداری صدا، صدا نداری. چه کردی با دستگاه آقای رفت؟ آقای رفت اصلا تصویر اصلا نگه ایشون فیکس شد. آره فیکس شدن یه اتفاق. خب آقای سازگار شما بفرمید ببینم پلان بی فکر میکنید از چه جنس؟ آقای رفت بله صدای من هست الان؟ آره بله بفرمید. پلان بی از چه قراره؟ ببینید قبل از اینکه راجع به پلان بی، چون چند تا یعنی گمان زنی ها در مورد پلان بی، یکی دوتا نیست، قبلش یک پرسش رو باید مطرح کرد که آیا جمهوری اسلامی اصولاً قصد بازگشت به میز مذاکرات برجام امضا شده در سال 2015 رو داره یا نه، یا اینکه در نظر داره با طولانی کردن زمان برگزاری دور هفتم با دور ششم که تو خرداد ماه برگزار شد، چون امیر عبداللهیان بارها گفته به زودی، ولی توضیح هم داده که این به زودی معنیش یکی دو سه هفته دیگر نیست، شاید چندین ماه هم به طول بکشه. یک گزارشی اخیرا منتشر شده از سوی یک سری یک نهادی که یک سری کارشناسان اتمی شناخته شده از کشورهای مختلف با اون همکاری دارن، مبنی بر این که ایران، این گزارش مال چند روز پیشه، 4 هفته تا به دست آوردن اورانیوم غنی شده لازم برای اولین بمب اتمی فاصله داره. در همین گزارش اشاره شده که جمهوری اسلامی اگر با همین سرعت به غنی شدن اورانیوم ادامه بده، در عرض 3 ماه میتونه اورانیوم کافی برای 2 تا بمب داشته باشه و در عرض 5 ماه برای 3 تا بمب.
ولی خب اضافه میکنن این کارشناسان که داشتن اورانیوم غنی شده به معنای نیست که بلافاصله بمب آماده است و میشه گذاشت روی کلاهک و پرتابش کرد جایی، بلکه اون هم چند ماهی حتی میتونه تا بین 6 تا 12 ماه طول بکشه تا ایران اولین بمب اتمیش رو داشته باشه. جمهوری اسلامی به گفته برخی از کارشناسان میخواد این مقدار اورانیوم غنی شده برای تهیه یک بمب رو در اختیار داشته باشه، بعد برگرده سر میز مذاکرات با دست پر و شرایط جدید رو به وجود بیاره و بنابراین اگر هم توافقی در اون صورت انجام بگیره، توافق دیگری است که کاملا متفاوت خواهد بود با برجامی که در سال 2015 به امضا رسید. شخصا معتقدم که این برجام کنونی احیایش هم باخت برای جمهوری اسلامی به خاطر عقب نشینی هایی که باید بکنه و هم باخت برای آمریکاست که میخواست به این برجام چند ماده اضافه کنه، من جمله برنامه های موشک های بالیستیک و سیاست های منطقه جمهوری اسلامی. یعنی اگر بخوان دور هفتم مذاکرات وین رو برگزار کنند، هر دو باید صرف نظر کنند از چیزهایی که میخواهند مانند آمریکا یا چیزهایی که در دست دارند مانند جمهوری اسلامی که امروز اورانیوم 60% داره غنی‌سازی میکنه، اورانیوم فلزی به وجود آورده و غیره. بنابراین به این خاطره که این 80% و 30%ی که سفیر اسرائیل تو آمریکا بهش اشاره کرد، امید از 80% به 30% کاهش پیدا کرده و ناامیدی الان 70% جانشین امید به داشتن یک نتیجه یا احیای برجام داریم. در حال حاضر من فکر میکنم که کسی دیگر امید آنچنانی به احیای برجام کنونی نداره و در حال حاضر هم امکان رسیدن به یک توافق دیگری که جانشین توافق سال 2015 بشه هنوز مهیا نیست. بنابراین همه در فکر یک پلان بی هستند و حتی در مورد یک پلان سی یا اگر فارسی بخوایم بگیم پلان ب و پلان جین هم صحبت میشه. پلان ب آنچنان که برخی گمانه‌زنی ها میگویند تشدید فشارهای اقتصادی و تحریم ها بر جمهوری اسلامی است، برای اینکه جمهوری اسلامی رو در موقعیتی قرار بده که مجبور به عقب نشینی باشه. ولی اگر جمهوری اسلامی که در از سال 2018 تا کنون، یعنی زمانی که آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از برجام خارج شد و تحریم ها بازگشتند، عقب نشینی نکرد، بسیاری معتقدند که با این پلن بی اگر همین صورت باقی بمونه، یعنی تشدید تحریم ها و افزایش فشارها، احتمال این که عقب نشینی نکنه بسیاره. بنابراین اسرائیل داره روی پلن سی یا پلن جیم اگر فارسی بخوایم بگیم کار میکنه و بارها مقامات نظامیش و حتی وزیر دفاع اسرائیل بنی گانز هم اشاره کردن که ما در حال کار روی برنامه‌های نظامی هستیم برای اینکه ایران رو برنامه هسته‌ای ایران رو به عقب برگردونیم. از طریق حالا روشن نیست که این به عقب گردوندن از طریق عملیات نظامی چگونه خواهد بود، آیا مانند عملیات خرابکارانه این رایانه‌ای یا اینکه بمب‌گذاری در مانند نتنز باشه که یک بخشی از یک مرکز سانتریفوژهای نسل جدید و سوزون، ولی ایران تونست بلافاصله راه اندازیش کنه در مدت چند هفته، یا اینکه گسترده تر خواهد بود نخواهد بود. در محافل اروپایی هم که نه با پلن بی تشدید تحریم ها موافقن و با پلن سی اسرائیل هم که اصلا موافق نیستن، در حال کار روی این هستن که بتونن یک پلن دی یا پلن دال اگر از ابجد استفاده کنیم کار میکنن که مجبور که یک چیزی بین برجام کنونی و برجام احتمالی باشه با ایرانی که اورانیوم غنی شده داره، یعنی که یک توافق جدیدی بشه که ایران اورانیوم غنی شده شو نگه داره ولی هر گونه عملیاتی برای استفاده از این اورانیوم غنی شده برای ساختن بمب رو فعلا متوقف کنه و دوران
دستیابی به بمب طولانی تر بشه و عمر برجام طول این توافق جدید جانشین برجام یا برجامدار طولانی تر بشه. بنابراین تمام اینها نشون میده که این یک توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی با به هیچ وجه امکان پذیر نیست. بنابراین هر کدوم از این پیام‌ها یعنی خروج از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی، توافق هسته‌ای اگر اون رو برجام کنونی بدونیم. بنابراین وضعیت بسیار در هم پیچیده است و امیدهام روز به روز به این که بشه به این مسئله به صور از طریق راه‌های دیپلماتیک راه حلی براش پیدا کرد کمتر میشه. تشکر می‌کنم. آقای سازگار بفرمایید. بله من با اجازتون تو به اصطلاح نکته بسیار درستی رو که منصف اعتمادی در بحث قبلی مطرح کردن و فقط یه جمله بهش من میخوام اضافه کنم ضمن تایید اون حرف و اون اینکه بی جهت هم نیست که امروز دموکراسی‌های نوین مقید به اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقاتش که سند پر افتخار دوران ماست خودشون رو میدونن و خیلی جاها در قوانین اساسی این رو منعکس میکنن. اصولا فرق یکی از فرقهای مهم انسان قرون وسطا که تابع ادیان بود با انسان مدرن این است که ادیان زبانشون زبان تکلیف تکلیف مدارن، در حالی که انسان مدرن حق مداره با حقوق صرف نظر از جنس و رنگ و مذهب و نمیدونم نژاد و غیره و زبان و غیره و غیره واجد یک حقوقی است به ماه و انسان که کسی نمیتونه ازش سلب کنه. از جان لاک شروع شد و اعلامیه استقلال آمریکا تا سند پر افتخار اعلامیه جهانی حقوق بشر. بنابراین باز این یه مشکل دیگه دنیای اسلامه، زبان ادیان تکلیف یک آدمو فقط یه مش تکلیف دارن بعد انجام بدن، در حالی که انسان مدرن که در دموکراسی ها تعریف میشه حق مداره و واجد یک حقوقی است که کسی نمیتونه ازش سلب کنه. اما راجع به این بحث من فقط میخوام به یک نکته دیگه اشاره کنم. آقای دکتر رفعت خیلی خوب توضیح دادن گمان زنی هایی که مطرحه و پلن های جایگزینی که داره الان در به اصطلاح محافل سیاسی صحبت میشه. میخوام اشاره کنم به طرح قانونی که حزب جمهوری خواه امریکا زمینه قانون بودجه دفاعی امریکا برای سال آینده کرده، اشاره کنم که مخصوصا گذاشتن زمینه اون که فوراً بیاد در دستور از نوبت بره بیرون، چون تو همین ماه اکتبر و نوامبر تکلیف اون معلوم خواهد شد. و اگر این رأی بیاره که من شخصا فکر میکنم رأی میاره برای اینکه بسیار دموکرات ها هم موافقن، و اگر رأی بیاره که بالای دو سوم باشه در دو مجلس که آقای بایدن هم نتونه وتوش کنه، اگرچه بعید میدونم حتی اگر اونم نه آقای بایدن وتو کنه، اون وقت اصلا تمام این بحثای برجام مقدار زیادی بلا موضوع میشه، برای که دست دولت رو خیلی میبنده این طرحی که جمهوری خواها دادن و ملزم میکنه دولت رو اولا دقیقا گزارش بده راجع به حتی روابط نظامی ایران و چین، ثانیاً اداره خزانه داری رو موظف میکنه که اگر پول یا پول نقد که حق ندارن بدن به جمهوری اسلامی، اگر پولی رو هم آزاد میکنه باید گزارش بده و مطمئن باشن این خرج حزب الله و حماس و نمیدونم این سازمان های تروریستی نمیشه و غیره، و سپاه هم یادمون باشه جزو سازمان های تروریستیه. میخوام بگم اگر این طرح قانونی تصویب بشه که احتمالش هم زیاده، آنچنان به اصطلاح پیچیدگی جدیدی درست خواهد کرد که هرچی هم مثلا برن امضا کنن، هرچی حالا مدل بچه برجام اروپایی ها یا غیره غیر از اون حمله نظامی، این اصلا کار رو باز هم سخت‌تر میکنه و مشکل آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی چه برگرده به برجام چه برنگرده حل نمیشه. به هر حال اون طرف آمریکا که طوریش نمیشه، آمریکا تحریم کرده اقتصاد ایرانی که کل جی دی پی ایران 191 میلیارد دلار شد سال 2020 که فاجعه است،
جلوی اقتصاد 20 چند تریلیون دلاری. این جمهوری اسلامی است که الان آه نداره با ناله صدا کنه و محتاج به اینه که برداره. این پیمان شانگهای اونام که سرصدا کردنش دردی ازش دوا نخواهد کرد. نشونی که همین الان هم همون چین و همون روسیه و اینا به دلیل تحریم‌های آمریکا دست از پا سعی میکنن خطا نکنن، یا قاچاقچیگری و زیرمیزی یک کارایی رو بکنن اگر معامله قرار باشه بکنن با جمهوری اسلام. تشکر میکنم آقای سازگارا، ممنون از توضیحاتی که دادید. خب بریم آقای مهندس امیر امیرحسین اعتمادی سخن شد. امروز در صحبت‌های نفتالی بنت در مجمع عمومی سازمان ملل یک تعبیر رو استفاده کرد به کار برد از عنوان از برنامه هسته ایران به اسم چتر حفاظتی. اما این تعبیری که الان چند سال هم هست داره استفاده میشه با این عنوان و با این مفهوم که جمهوری اسلامی از برنامه هسته ایش مثل یک چتر استفاده میکنه که زیر این چتر در واقع فعالیت‌های تروریستیش هست، نقض حقوق بشر هست، فعالیت‌های در واقع سلطه‌جویانه منطقه‌ایش هست. یعنی در واقع از این چتر حفاظتی برنامه هستی رو طوری تنظیم کرده که باج بگیره برای اینکه بتونه اون کارهای دیگر رو انجام بده. در دوره آقای ترامپ خب این تقریبا تا حد زیادی برای دولت امریکا، برای آقای پامپئو، کسانی که در دولت بودن، فهمیده شده بود، درک شده بود و اونها برنامه هستی رو جدا از فعالیت تروریستی جمهوری اسلامی نمی‌دیدن. برای اگر تحریم می‌کردن سعی می‌کردن این دو تا رو به هم گره بزنن، یا اگر دارن مقابله می‌کنن به بهانه برنامه هستی اون مقابله رو جلوش رو نگیرن، کما اینکه ما در مورد قاسم سلیمانی دیدیم که اینها یک ریسک بسیار بزرگ کردن ولی اجرایش کردن با هدف بازدارنده. دولت آقای بایدن و اروپایی‌ها به طب خب برگشتن به همون سیاست قبل، یعنی گفتن که باید این برنامه هسته‌ای رو اول حل کرد، بعد حالا رفت سراغ برنامه تروریستی و برنامه منطقه‌ای که خب این سیاست هم تا اینجا دست کم شکست خورده، چون جمهوری اسلامی نشون داده که هیچ برنامه‌ای نداره که بعد از اینکه به فرض هم به برجام برگرده برنامه تروریستیش رو متوقف کنه. منتها چه اتفاقی داره میفته که امروز هم سفیر اسرائیل در سازمان ملل میگه که شانس بازگشت به برجام به 30% کاهش پیدا کرده، هم آقای بنت در صحبت‌هاش عملا گفته که جمهوری اسلامی منطقه خطر رو رد کرده. من فکر کنم اینه که دیگه حتی از اون عنوان چتر حفاظتی هم نمیشه برای برنامه هستی جمهوری اسلامی استفاده کرد. جمهوری اسلامی نمیشه با قطعیت گفت، ولی من تحلیلم اینه که داره میره به سمت این که به اون مرحله، یعنی در واقع نقطه گریزش نسبت به ساخت بمب هسته‌ای به صفر برسه، یعنی این توانایی رو داشته باشه که بتونه هر لحظه که میخواد بمب هسته‌ای بسازه. الان همونجوری شما گفتید جناب بودی چند هفته هستش، ولی اگر این به صفر برسه، برداشت اینا و تحلیل اینا هست که در موقعیتی مثل کره شمالی قرار میگیرن که دیگه هیچ در واقع نه آمریکا نه اسرائیل احتمال این که با حمله نظامی هم حتی بکنم بسیار کاهش پیدا میکنه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی داره وقت میخره، وقت کشی میکنه با این هدف اون برسه به اون نقطه صفر، یعنی یک جایی که میزان سوخت غنی شده اورانیومش در واقع در حدی باشه که هر لحظه که بخواد بتونه اون بمب رو بسازه. اتفاقی هم که امروز افتاد، اینا ببینید یک نمونه، یک نشانه خیلی علنی و مساقیش، توافقی که اینا روز دو هفته قبل، روز 22 سپتامبر، شاید کمتر یه هفته قبل، با آقای رافائل بروسی کردن در تهران که دسترسی بدن به تمام دوربین هایی که آژانس در واقع مستقر کرده، اونا بتونن کار تعمیرش بکنن، کارت حافظه ها رو جابجا بکنن. امروز مشخص شد که اینها یک تاسیسات بسیار مهمه، ساخت در واقع سانتریفوژ، اون تاسیسات تسا در کرج رو دسترسی ندادن، بعد اون قول و قراری که با آقای گرو دروسی گذاشته بودن اون رو زیر پا گذاشتن. این در واقع اتفاق به نظر من مهمتر میتونه جز مهمترین نشونه ها باشه که جمهوری اسلامی از این طریق به دنبال این وقت‌کشیه تا بتونه اون برنامه فخری‌زاده رو که مدت ها بوده داشته مخفیانه اجرا میکرده به سرانجام برسونه و به محلی در واقع ساخت بمب اتم در واقع فاصله اش رو بسازه.
تشکر میکنم آقای وقت بیرون چقدر دیگه وقت داریم دوستان عزیز 55 خب میخوام از تو خواهش کنم که برنامه باشیم امروز ساعت رب ساعت دیگه چون امروز بس نیمه تمام مونده پرسشم از آقای دکتر احمد رفعت و آقای سازگار و آقای اعتمادی اینه امیدوارم هر کدام از 3-4 دقیقه توضیح بدن ممنون میشم در مورد پاره از حکومت ها صنایع هسته حکمی تنابدار برای خودشون رو داشت مثل محمد قذافی مثل صدام حسین اگه در پی بمب اتم نبود احتمالاً با مشکلات بعدی رو برو نمیشد کار به جایی نمیرسه که جنگ و بعد هم حمله اسرائیل رو از این قبیل و کره شمالی یکی از بیچاره نداری و بینواترین کشورهای دنیاست یعنی صنایع هسته‌ای واقعا اسباب بدبختی و نگونساری این حکومت رو فراهم و مردمانش رو فراهم کرد یعنی کمکی نکرده به نظرم سیاستی که آقای خامنه‌ای داره پیش میبره بر همین مبناست یعنی مشکلات جمهوری اسلامی رو کمتر نمی کنه که بیشتر داره می کنه اینا در واقع علاقه دارن که توی در تخت خواب بخوابن که زیرش چندی بمب ساعتی است یعنی الان کاری که دارن می کنن با خودشون حتی همین یعنی کار رو دارن روز به روز پیچیده‌تر و دشوارتر و بغرنجتر می کنن صنایعی که هیچ فردایی نداره و هیچ نتیجه‌ای هم برای خود حکومت و برای ایران نخواهد داشت خب سلام خوشی بفرمایید خب ببینید حرف شما درسته سلاح شیمیایی سلاح هسته‌ای پایان رژیم هایی رو مانند لیبی معمر قذافی و یا عراق صدام حسین رقم زدن در ایران هم در نهایت به نظر من برنامه هسته‌ای اگر گسترشش ادامه پیدا بکنه و فعالیت‌ها رو متوقف نکنند به همین سرنوشت دوچار خواهد شد با یک البته چند تا تفاوت هم هست از چند نظر ایران با عراق و لیبی تفاوت داره که یک حمله نظامی گسترده آنچنان که در سال 2003 علیه عراق و قبلش در مورد لیبی انجام گرفت و مشکلتر میکنه گستردگی کشور نیروهای نظامی چندگانه و فرماندهی های چندگانه بنابراین به این سادگی نخواهد بود ولی آنچه که اتفاق میفته اینه که اگر جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش رو ادامه بده بدون شک بار دیگر فشارها افزایش خواهند یافت با همین فشارهای کنونی هم ما شاهد اوضاع فلاکتبار اقتصادی هستیم بیش از 60% حداقل 60% خانواده های ایرانی زیر خط فقر زندگی می کنند ما شاهد بسته شدن یا تعطیلی کارخونه ها کارگاه های تولیدی هستیم یکی پس از دیگری تورم که از بالای 40% آخرین آماری که من دیدم آمار حتی میتونه بیشتر هم باشه بنابراین این باعث خواهد شد که ما شاهد قیام‌های مردمی باشیم و این مثلا نظام رو سخت به هراس میندازه ولی این نظام این نوع فکر میکنه که با ایجاد ابزار خشونت چه در داخل چه در منطقه و چه تهدید به استفاده از بمب اتمی کلاسیک یا حتی بمب اتمی کتیف که با این اورانیوم قوی شده غنی شده کنونی امکان به وجود آوردن استفاده از اونجا داره در عملیات تروریستی نه بمب اتمی کلاسیک که با هواپیما یا با موشک ارسال میشه به خاک دشمن بلکه با عملیات تروریستی فکر میکنه که میتونه خودش رو در قدرت حفظ کنه تا حدی هم ممکنه بتونه حفظ کنه ولی این زمانش بسیار محدوده چون یک جا هم حوصله و ظرفیت تحمل مردم در داخل از کشور در قبال بهای سنگینی که مردم دارن برای این ماجراجویی اتمی جمهوری اسلامی میپردازند به پایان خواهد رسید
و هم اینکه جامعه بین المللی انقدر احساس خطر خواهد کرد که هیچ راهی در مقابلش به جز اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی باقی نخواهد بود. من آقای رفعت باید از بازار آگهی ها عبور کنید. میرمی برمیگردیم هم یا نه برمیگردیم. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heydarilawgroup.com. آیا می دانید که شما دیگر احتیاج به ماهواره ندارید و می توانید شبکه ما را از هر کجای جهان که به اینترنت دسترسی داشته باشید تماشا کنید؟ شما می توانید از طریق اکثر تلفن‌ها و تبلت‌های اپل و اندروید، دستگاه‌های ستاپ باکس از جمله جیل باکس، اندروید، اپل تی وی، سامسونگ بلوری، روکو و آمازون فایر تی وی، همچنین اکثر تلویزیون‌های هوشمند و اندروید مانند سونی، شارپ، فیلیپس، ویستل، گراندیک، بیکو، اسکای وورث، تل سیستم، چنگانگ، ودافون تی وی، تامسون، تی سی ال، سامسونگ، ال جی، پاناسونیک و تلویزیون روکو تی وی مانند هایسنس، اینسیگنیا، شارپ، فیلیپس، هیتاچی، آر سی ای و المنت و با استفاده از تلویزیون های مجهز به کرومکست و یا دانگل هر صفحه نمایشگری را با تلفن و یا تبلت هوشمند خود در ارتباط ساخته و از این طریق برنامه های شبکه ما را تماشا کرده و لذت ببرید. در ضمن جهت کسب اطمینان پیش از خرید از فروشنده بخواهید اپلیکیشن جیل ویز را روی مدل مورد نظر شما نصب کند. جیل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. روز خسته کننده ای داشتی ولی دوست نداری بچه ها بدون قصه بخوابن؟ مسئله نیست. اپلیکیشن رایگان جی ال ویز رو روی گوشی یا تبلت اندروید یا آی او اس خودتون نصب کنید و از بین صدها کتاب صوتی کودکان و نوجوانان یکی رو انتخاب کنید. جی ال ویز دوست بچه ها و همراه پدر و مادرها. جی ال تاک با امکاناتی منحصر به فرد از جمله کیف پول الکترونیکی، امکان دریافت پیام صوتی و ارسال آن به ایمیل شما، قابلیت خرید یک یا چند شماره تلفن از کشورهای مختلف دنیا و بسته‌های تماسی متناسب با نیازهای شما کامل‌ترین اپلیکیشن تلفنی موجود است. جی ال تاک قابل نصب بر روی تبلت‌ها و گوشی‌های اندروید و آی او اس. آیا میدونید با جی ال ویز در هر نقطه از جهان که باشید، حتی در اتومبیل خود میتونید به بیش از 50 رادیوی فارسی زبان از داخل و خارج ایران دسترسی داشته باشید؟ فقط کافی است اپلیکیشن جی ال ویز را دانلود کرده و به راحتی با استفاده از بلوتوت از طریق سیستم رادیویی اتومبیل خود از تمامی رادیوهای جی ال ویز لذت ببرید. شما میتونید رادیوی مورد علاقه خود را تنها با یک کلیک به لیست رادیوهای فیوریت اضافه کرده به سلیقه خود مرتب کنید. از این پس به راحتی میتونید رادیوهای منتخب خود را در قسمت فیوریت پیدا کرده و گوش دهید. در ضمن شما میتونید در هر کجا که هستید با انتخاب گزینه صدا فقط به صدای کانال‌های تلویزیونی گوش دهید. جی ال ویز، هر زمان و در هر کجای جهان. خانم‌ها، آقایان، اگر قصد فروش طلا، جواهرات و ساعت‌های گران قیمت خود را دارید، با بیژن جواهری تماس بگیرید. با بیژن جواهری از ارزش و قیمت درست طلا، ساعت و جواهرات خود مطلع شوید و آنها را با اطمینان خاطر به قیمت و با شرایط ویژه به فروش رسانده، ریدیزاین و یا آپگرید کنید. بیژن جواهری، نامی آشنا در بیورلی هیلز با 30 سال تجربه، متخصص و کارشناس ارشد در قیمت گذاری، ساخت و خرید و فروش طلا و جواهرات. تلفن 310-278-84-85.
با جیل باکس 500 HD نه تنها تلویزیون خود رو به یک تلویزیون هوشمند تبدیل می‌کنید، بلکه فقط با داشتن یک خط اینترنت و بدون نصب دیش ماهواره میتونید از هر کجای دنیا به بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبان‌های فارسی، افغان، ترکی، آذری، کردی، ارمنی و آشوری دسترسی داشته باشید. همچنین میتونید از آرشیو کامل جیلویز شامل صدها هزار ساعت فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی بهره‌مند بشید. در ضمن میتونید رادیوهای مورد علاقه خودتون رو از طریق جیلویز گوش کنید. جیلویزی ها برنامه های مورد علاقه شون رو فقط با کیفیت عالی دنبال میکنند. کاستاریکا، تور کاستاریکا با آژانس مسافرتی شهرزاد با دنیایی از تجربه و تخصص. از 5 تا 12 نوامبر شامل بلیت رفت و برگشت، اقامت در بهترین هتل، صبحانه، نهار، شام و انواع نوشیدنی غیر الکلی و الکلی تنها $1,750 از 5 تا 12 نوامبر. به لحاظ محدودیت لطفاً از هم‌اکنون با آژانس مسافرتی شهرزاد تماس بگیرید. 310-477-9400 310-477-9400 آژانس مسافرتی شهرزاد کاستاریکا. دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس، تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، رانندگی در حال مستی. در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس، 1-800-322-94-25. برنامه رو بمیگیریم. امیران عزیز ارجمند، دارم ما از کشورهای خارج از چین و بقیه کشورها سنگ قبر وارد میکنیم، سنجاق وارد میکنیم، سنجاق مفتی وارد میکنیم، سوزن وارد میکنیم، پوشک بچه وارد میکنیم، ولی تا دلتون میخواد کارگاه های موشک سازی ما و اتم سازی ما فعال هستن. و یه گزارش آمده بود چند روز پیش از سوی کارشناس تو روزنامه آفتابیت، شما از مردم شرمنده ای بعد 40 سال که از صنایع مونتاژ ایران میگذره در همین جمهوری اسلامی، ما فقط 4 چرک رو در ایران مونتاژ میکنیم، بقیه رو تمام هم میگو خجالت میکشن بگم چیا داری وارد میکنیم برای تولید خود رو. با آقای دکتر سازگارا هستیم و دکتر رفعت و آقای مهندس اعتمادی. اجازه بدید که حالا نظر آقای دکتر آقای سازگارا رو بپرسم درباره پلان بی. زرابا گوش آقای سازگارا، آقای سازگارا بفرمایید. آقای سازگارا بله، مثل اینکه ایشون دوباره صدای شما رو نمیشنوند. نه اصلا نه، فریزم شدن. آقای مهندس اعتمادی سراپا گوشی، ببینید اتحاد جماهیر شوروی وقتی که در اون سالهای پایانی خودش 35,000 سلاح هسته‌ای داشت که عملا تبدیلش میکرد به یک ابرقدرت نظامی و هسته‌ای. منتها همین اتحاد جماهیر شوروی، شما بهتر بیاد، در فروشگاه ها قفسه هاش به حدی خالی بود که مردم برای اینکه نون بهشون برسه باید ساعت ها در صف میموندن، یا در واقع اقلامی مثل گوشت و اینها نایاب شده بود تا حد زیاد. حالا شما تصور بکنید یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی که همین الان همه شواهد نشون میده که کمترین مشروعیت مردمی بوده، از لحاظ اقتصادی در بحران بی سابقه هستش، توانایی رسوندن آب به نه روستا بلکه به شهرهای خودش رو نداره، در جایی مثل خوزستان دوباره از همین روزها صحبت از کمبود آب هستش، کمبود سوختش میدونیم که خودشون اعتراف میکنن که در چه وضعیتی هستش کشوری با این همه ثروت. یعنی اگر
اینها تصور میکنن یا کسی تصور بکنه که با داشتن به فرض توانایی ساخت یک بمب هسته یا اساسا داشتن یک یا دو بمب هسته جمهوری اسلامی میتونه خودش رو حفظ بکنه، به نظرم نه جمهوری اسلامی رو میشناسه نه اساسا حکومت‌هایی مثل جمهوری اسلامی که به مراتب قوی‌تر بودم تو که گفتم اونا رو میشناسه. این حکومت‌ها خودشون رهبرانشون تصور میکنن که مثلا با ساخت موشک و بمب هسته‌ای میتونن خودشون رو حفظ بکنن. گاهی هم الگوهایی مثل کره شمالی رو برای خودشون در نظر میگیرن بدون اینکه تصور بکنن خب کره شمالی در کجا قرار گرفته، در محدوده یا در حیات خلوت چین داره. چین هستش. اگر اونجا موندنی شده یک دلیلش چینه، چین هیچ وقت برای جمهوری اسلامی اون کار رو نمیکنه که برای کره شمالی کرده. و این تصورات، این تحلیل‌های اشتباه اونها رو میبره به سمت خطاهای بزرگ، نظیر همون خطاهایی که اتفاقا به نظرم باز بهترین مثالش خود شوروی هستش، خود محمد قذافی هستش. اینا خطاهایی رو میکنن که برگشت ناپذیر و به نظرم جمهوری اسلامی هر چقدر که داره ازش میگذره داره نزدیکتر میشه به اون خطای بزرگی که کلیت خودش و موجودیت خودش رو از بین میبره. امروز در صحبت‌های آقای نفتالی بنت به نظرم در بخش پایانیش یه جمله خیلی دقیقی بود که میگفت این حکومت از هر چیزی که فکر میکنید امروز ضعیف‌تر شده. همین مشروعیت، نداشتن مشروعیت مردمی، ناتوانی اقتصادی و مالی، اینها رو مثال زد و گفت که این حکومت‌ها هر چقدر که ضعیف‌تر میشن تندروتر هم میشن و این تندروی اتفاقا باعث سقوطشون خواهد شد. من فکر کنم جمهوری اسلامی دقیقاً داره همون مسیر رو پیش میره، هر چقدر جلوتر میشه ضعیف‌تر میشه تندروتر میشه تا در نهایت سقوط. ممنونم. ارتباط با آقای سازگارا برقرار شد. آقای سازگارا؟ بله. عذرخواهی میکنم امروز نمیدونم چه مرگ شده این دستگاه من یا این وی میکس، ولی در خدمت هستم. والا توضیحات رو فکر کنم دوستان گفتن. من فقط دو نکته رو میگم. یکی این که ببینید ساختن بمب اتمی تکنولوژی دهه 40 میلادیه، اصلا چیز پیشرفتی نیست در صنعت امروز، اینو مخصوصا عرض میکنم. اتفاقا صنعتگرای ما کارایی میکنن که خیلی خیلی تکنولوژیک تر از ساختن یه بمبه. در همین زمینه خودرو که میگید، به هر حال میبودی صنایع ما بیش از چند میلیون در صنایع خودروسازی ایران کار میکنن، مونتاژ نمیکنن. ما قطعه سازای ما ماشینی مثل سمند رو از طراحی کردیم تمام قطعات چند در ایران ساختم، چه کار ندارم این کار اصلا غلطی یا درسته. یا در صنایع غذایی یا در صنایع ساختمانی یا در صنعت فولاد، فولادهای آلیاژی، ابزارهای برشی، به هر حال تو اون منطقه دنیا ایران صنعتگرها شاید با ترکیه بعضی جاها عقب‌تر باشن و بعضی جاها جلوترن، و اگر نه ما در حوزه‌های مختلف میشه گفت اون منطقه دنیا با ترکیه شاید دوتای اول هستیم بلا صنعت. ولی رفتن به سراغ تکنولوژی ساختن بمب که یک ملت رو اینطور گرفتار کرده، آیه منستمادی به درستی گفتن، گویا اینا اصرار دارن همه اشتباهات شوروی و کره شمالی همه رو دوباره تکرار کنن و یک ملت رو اینطور گروگان بمب اتمی بکنن. این حرفی هم که میگن حق مسلم ماست انرژی هسته، این اصلا کسی انکار نمیکنه. اصلا عضویت آژانس، خود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه‌ش وقتی شما عضو بشین برای فعالیت صلح‌آمیز هسته ای کمکتون بکنه. من روزگاری به آقای دکتر اعتماد صحبت میکردم، گفتم چرا استراتژی رو شما در اون روزگاران هم نگذاشتید؟ ایشون البته نکاتی میگفت که از نظر من اصلا مقبول نبود. هیچ کس مخالف این نیست که مثلا در 50 دانشگاه کشور ما راکتورهای آب سبک نصب کنیم که هیچ کس هم شایبه رفتن به سمت پروسه نظامی رو نداره، آژانس کمکمون هم میکنه و تمام نیازهای NDT کشور، تستای غیر مخرب، پزشکی، مهندسی هسته‌ای، نیازهای کشور داره به خوبی میشه رفت کرد جاهایی که گاهی خیلی هم تکنولوژی که و بعدم یک نسل میشه فیزیکدان و مهندسین هسته‌ای تربیت کرد
نه فقط دنیا مانع این کار نیست و این حق رو به دست نمیشه، بلکه کمک اونم میکنن. اونی که دنیا میاد و ممانعت میکنه این است که شما میری اورانیوم غنی میکنی که میدونن انتهاش خب میخواید اورانیوم 235 رو غنی کنی بری باش بمب بسازی، یا اصرار داری راکتور آب سنگین را بندازی که میدونن پلوتونیوم 239 میخوای در بیاری بری بمب بسازی، یا آزمایش به اصطلاح سویچ های فشار قوی میکنی، یا امثال هم که خب همه دنیا میفهمن که خب این کارا یعنی بمب رفتن به سمت سلاح هستی. و من کاملا با اون سیاستمداران در دنیا موافقم که میگن آقا اگر ایران قرار باشه اجازه داشته باشه سلاح هسته‌ای داشته باشه در اون منطقه عربستان، ترکیه، مصر، همه اینا در سطحی از توسعه صنعتی هستن که اونها هم عراق حتی میخوان سلاح هسته‌ای داشته باشه. بعد شما تصور کنین دیوونه خونه ساز خاورمیانه همه سلاح هسته‌ای داشته باشن و چه مصیبتی امنیت دنیا رو اصلا تهدید میکنه. اگه آقای خمینی و صدام بمب اتمی داشتن باور کنید تو سر هم دیگه میزدن و اون منطقه رو غیر قابل سکونت میکردن برای چندین دهه. میخوام بگم این کار درست نیست. سیاست خارجی درست هم این بود که جمهوری اسلامی به جای این هوسی که بره بمب بسازه و این طوری ملت رو گرفتار کنه میتونست طرفدار خلع سلاح هسته ای منطقه باشه. میدونم که خب این اسرائیل و پاکستان و اینها یا قزاقستان گوش نخواهند کرد، مهم نیست، مهم بود که ما هم در کنار کشورهای مثل سوئد و نروژ و صلح دوستای دنیا قرار میگرفتیم و میگفتیم این منطقه خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای باشه. این میتونه سیاستی باشه که همه دنیا میفهمید و میتونست مدافع هم داشته باشه. بعد صورت میخوام بگم آیه میبودی غلط، اندر غلط، اشتباه پشت اشتباه و چیزی که هیچ ارزش نه تکنولوژیک داره نه علمی داره و نه حتی نظامی داره، چیزی که تصور میکنن باعث میشه آمریکا نمیدونم به ایران حمله نکنه، این حرفایی که تو استراتژی نظامی ایران گذاشتن، این جز این که من بگم توهم، دیوانگی و نفهمی شخص آقای خامنه‌ای، سپاهی ها و سیاستگزاران ارشد نظام جمهوری اسلامی هست، هیچ اسم دیگه ای نمیتونم بذارم، بهاشم متاسفانه ملت میپردازم. تشکر میکنم، خیلی لطف کردید، فوق‌العاده بود گفتگو با شخصیت صاحب نظر آقای اعتمادی. خیلی تشکر از حضور شما، ممنونم تا گفتگوی بعدی. آقای رفعت خیلی ممنون. ایتالیا خوش گذشت آقای رفعت. ایتالیا خوش گذشت. بله جای شما خالی، جای شما خالی. دفعه دیگه آقای سازگار رو هم میبرم که خور نزن. نه آقای رفعت همیشه خوشتیپ، من این دفعه خوشتیپ تر از همیشه تشریف آوردن. بله دیگه این لباس شیکی که تنش آقای رفعت هم دیگه لطف کنید. ممنون، تشکر تا گفتگوی سپر عزیز برامار اجازه کرد عزیز، سپاسگزارم. و جای سارا خانم ایرانی هم خیلی خوب. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در دل دلدار باش، در دل دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر دار برنامه دنیای عشق خانم دکتر آزیتا سایان رو از پارس تیوی پنج شنبه ها 12:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و یا 12 شب به وقت ایران دنبال کنید.
خانم دکتر آزیتا سایان در برنامه دنیای عشق جوابگوی سوالات شما هستند و به مباحث مهمی همچون ازدواج، تربیت فرزندان، افسردگی، طلاق، سکس، همجنسگرایی، خیانت و هزاران موضوع متنوع دیگر می‌پردازند. برای اطلاعات بیشتر از برنامه‌ها، سمینارها و کارگاه‌های خانم دکتر آزیتا سایان با شماره 310-460-2600 تماس بگیرید و یا از اپلیکیشن و یا وبسایت Embrace Growth دیدن کنید. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا. کاستاریکا، تور کاستاریکا با آژانس مسافرتی شهرزاد با دنیایی از تجربه و تخصص از 5 تا 12 نوامبر شامل بلیت رفت و برگشت، اقامت در بهترین هتل، صبحانه، نهار، شام و انواع نوشیدنی غیر الکلی و الکلی تنها $1,750 از 5 تا 12 نوامبر. به لحاظ محدودیت لطفاً از همکنون با آژانس مسافرتی شهرزاد تماس بگیرید. 310-477-9400 310-477-9400 آژانس مسافرتی شهرزاد کاستاریکا. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. بستنی اکبر مشتی یعنی ما و ده ها سال خاطره شیرین. بستنی اکبر مشتی در هالیوود منتخب ABC، CBS، CNN، تریپ ادوایزر، لوی ویتون و امریکن ایرلاینز به عنوان یکی از بهترین بستنی ها پس از بیش از 41 سال انتظار و تقاضای شما عزیزان، شعبه دوم خود را در وستفود تقاطع میزوری افتتاح کرده. 1898 وستفود بولوارد، 424-369-5025. بستنی اکبر مشتی، خوشمزه، نوستالژیک. صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف ثینز یا نان های ترد و نازک صدف در سنو، سسامی سید، آلمند و فلکس سید، بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم. حتما امتحان کنید. صدف ثینز یا نان های ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. مشتاقیم به اطلاع بینندگان عزیز تلویزیون پارس برسانیم که آنجلو طالبی و تیم بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز هر سه‌شنبه از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس علاوه بر تحلیل اوضاع اقتصادی آمریکا و جهان با راهکارهایی برای بهداشت مالی و خوشحالی بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهند بود. همینان عزیز سلام عرض کردم شما که در سراسر کالیفرنیا هر جایی که زندگی میکنید، برای اخذ وام منزل، آپارتمان و تجاری به ما زنگ بزنید. ما اگر حتی اگر شما جاهای دیگه هم قبولتون نکردن، ما سعی میکنیم شما رو اوکی بکنیم. زنگ بزنید، در خدمتتون هستیم.
سلام ATT Vacation، بفرمایید. خواهش میکنم. ATT در طول سال به دلیل داشتن قراردادهای انحصاری با معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی جهان، مناسب‌ترین قیمت و راحت‌ترین سفر دور و نزدیک شما را فراهم می‌کند. آدرس وبسایت ما jinbang.com